و مجموعه خبری ساعت 6 از طلوع و طلوع نیوز خوش آمدید. سرخط خبرها: حذف نام امارت اسلامی از فهرست ممنوعه قرغزستان. امارت اسلامی استقبال کرد، پیشتر کازاخستان این کار را کرده بود. د نور هیوادونو په تسلسل د قرغزستان د ګام په سیمه او نړۍ کې د افغانستان اسلامي امارت په تړاو د سیاسي ادراک تر رامنځته کېدو ښکارندوی کوي. اسلامي امارت چارواکي هغوی ته هم دا زمینه برابروي تر څو وکولی شي د اسلامي امارت چارواکي له تور لیست څخه وباسي. تأکید مولوی عبدالکبیر به گسترش روابط با جهان، میگوید در آینده نزدیک چندین کشور دیگر نیز نمایندگی های سیاسی امارت اسلامی را میپذیرند. یو شمېر هېوادونو سره فعالې ډیپلوماتیکې اړیکې لرو او په نږدې راتلونکي کې به یو شمېر نور هېوادونه هم د اسلامي امارت ډیپلوماتان سیاسي استازولۍ ته ومني. پایان درگیری ها با نظامیان پاکستانی در خوست. وزارت دفاع میگوید تیراندازی نیروهای پاکستانی هنگام آغاز شد که نیروهای امارت اسلامی سرگرم ساخت یک پوسته در خاک افغانستان بودند. باید از طرف یک کمیسیون بی‌طرف این علت و انگیزه این برخورد مسئلانه همه جانبه این بررسی شود. ارائه گزارش یک ساله بانک مرکزی افغانستان. مسئولان این بانک میگویند در یک سال گذشته بیش از 7 میلیارد بانکنوت فرسوده را گردآوری و حریق ساخته اند. و سفر رئیس جمهوری مصر پس از 12 سال به ترکیه. عبدالفتاح السیسی در دیدار با رجب طیب اردوغان درباره نیروهای نبردهای جاری و بحرانها در نوار غزه، لیبیا و سومالیا گفتگو کردند. به نام خدا و سلام بر شما. امروز پنج شنبه 15 ماه سنبل است. من شمزمانی، وقت شما بخیر. وزارت خارجه امارت اسلامی حذف نام امارت اسلامی را از فهرست گروه های ممنوعه سوی جمهوری قرغزستان می ستاید. سخنگوی وزارت خارجه افزوده که این گام قرغزستان نمایانگر ایجاد درک سیاسی در روابط با امارت اسلامی در منطقه و جهان است و به معنای از بین بردن موانع در برابر تقویت بیشتر روابط میان حکومت سرپرست و کشور هاست. جمهوری قرغزستان نام امارت اسلامی را از فهرست گروه های ممنوعه حذف کرده است. وزارت خارجه امارت اسلامی ضمن استقبال از این تصمیم آن را یک گام ستودنی از سوی قرغزستان دانسته است. سخنگوی وزارت خارجه افزوده که این گام قرغزستان نمایانگر ایجاد درک سیاسی در رابطه با امارت اسلامی در منطقه و جهان بوده و به معنای نابودی موانع در برابر تقویت بیشتر روابط دو جانبه میان حکومت سرپرست و کشورها است. د نور هیوادونو په تسلسل د قرغزستان د ګام په سیمه او نړۍ کې د افغانستان اسلامي امارت په تړاو د سیاسي ادراک تر رامنځته کېدو ښکارندوی کوي. قرغزستان طالبها را از لست تروریزم حذف کرد. به نظر ما ای در روابط طالبها و قرغزستان یک انکشاف مثبت است و طالبها باید بسیار خوش باشند. همزمان با این، شماری از آگاهان سیاسی بیرون کردن نام امارت اسلامی را از فهرست ممنوعه از سوی جمهوری قرغزستان از بحر بهبود روابط میان دو کشور سودمند می دانند. برخی از این آگاهان به این باور هستند که حکومت سرپرست نیز باید از بحر تعامل بیشتر با جامعه جهانی به خواستهای مشروع جهان پاسخ مثبت بدهد. د تحمل په قدمونو کې اول قدم دا ده چې نوملړ څخه یې نومونه ویستل شول. یو دویمه کولی شي نور هیوادونو ته چې هغوی سره هم په بلک لیست کې دي یا په تور لیست کې دي اسلامي امارت چارواکي هغوی ته هم دا زمینه برابروي تر څو وکولی شي د اسلامي امارت چارواکي له تور لیست څخه وباسي. قبل از اینکه مناسبات رسمی فی میان امارت اسلامی افغانستان و جهانیا شروع شوه، باید رهبران امارت اسلامی افغانستان از لیست سیاه بیرون شوند که قرغزستان در این عرصه پیش قدم شدند. این در حال است که پیش از این کازاخستان نخستین کشوری بود که نام مقامهای امارت اسلامی را از فهرست گروه های حراس افغان حذف کرد که وزارت خارجه نیز از آن ستایش و آن را در راستای گسترش روابط میان دو کشور مهم خواند.
مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست وزرا میگوید روابط سیاسی امارت اسلامی با کشورهای منطقه و فرا منطقه در حال گسترش است. او همچنان می افزاید که قرار است در آینده نزدیک چندین کشور دیگر نیز نمایندگی های سیاسی امارت اسلامی را بپذیرند. معاون سیاسی ریاست الوزراء در برنامه فراغت 300 تن از متخصصان ریاست اکمال تخصص وزارت صحت عامه میگوید که امارت اسلامی در حال حاضر روابط خوب سیاسی و اقتصادی با کشورهای گوناگون جهان دارد و این روابط با گذشت هر روز در حال گسترش است. مولوی عبدالکبیر همچنان روابط سیاسی امارت اسلامی با کشورهای منطقه و فرامنطقه را فعال توصیف میکند و میافزاید که قرار است در آینده نزدیک چندین کشور دیگر نیز دیپلمات‌ها و نمایندگی‌های سیاسی امارات اسلامی را بپذیرند. موږ د سیمې او له سیمې د باندې یو شمېر هیوادونو سره فعال دیپلماتیک اړیکې لرو او په نږدې راتلونکي کې به یو شمېر نور هیوادونه هم د اسلامي امارات دیپلماتان سیاسي استازولۍ ته ومني. معاون اداري ریاست الوزراء در این برنامه با تاکید بر بهبود خدمات صحی در کشور می‌افزاید که در جریان جنگ‌های تحمیلی به بخش‌های گوناگون به ویژه بخش صحت آسیب رسیده و نیاز به توجه جدی دارد. ما ضرورت داریم که در همه مناطق افغانستان به ویژه مناطق دوردست باید کلینیک ها ساخته شود و شفاخانه های ولایتی ما و شما، شفاخانه های حوزوی و شفاخانه هایی که در اینجا در مرکز داریم، اینها واقعا به ریفورم و به تقویت ضرورت دارند. به نوی تکنولوژی باندې سنبال متخصصین ولرو چې پاغي پویوي ظرفیتونه لوړ شي او د دین اخلاص شو چې زمونږه زوریدل کړیدل ملت د سفرون د اخلاص شي. سرپرست وزارت تحصیلات عالی در این برنامه از دکترانی که به تازگی از بخش‌های گوناگون تخصص گرفته‌اند می‌خواهد تا در انجام مسئولیت‌هایشان اصول اسلامی را در نظر بگیرند. دا د دې ملک هم در باندې حق دی، د دې مسلمانانو هم در باندې حق دی، پتاش سم صاحب سوي دي هغه دغه مسلمان ملک دجه بزخ سوي دي، نو دې ملک ته تم مسؤل نه شه دجه خلکو خدمت وکي دلته متحد سره پات سي ډیر لوی عمر خزانان په دې فکر کې چې موږ سند څنګه لاسته کړو د علم په سوچ او فکر کې دا نه وي امدغه شه دي چې موږ ولست بیا دې باری پیدا کړی. در همین حال برخی از دکترانی که از بخشای گوناگون تخصص گرفته اند از امارت اسلامی میخواهند تا در بخش های افزایش حقوق دکتران و فراهمسازی امکانات بیشتر صحی در کشور توجه کنند. زموج امکانات کم دی، زموج دکتران د نړۍ په سویه امکانات نه لري، موږ له ځینې ستونزو سره مخ یو. زه د افغانستان د ځوانو متخصصینو په نمایندګۍ دا ستونزې ستاسې حضور ته وړاندې کوم. به گفته مسئولان وزارت صحت عامه، نخستین بار است که 300 تن که از آن شمار 80 تنشان زنانند از 27 بخش تخصصی سند تخصص به دست آوردند. درگیری شام دیروز میان نیروهای امارت اسلامی و مرزبانان پاکستانی در ولسوالی زازای میدان خوست پس از یک ساعت پایان یافت. وزارت دفاع میگوید این درگیری هنگامی آغاز شد که نیروهای امارت اسلامی سرگرم ساخت یک پوسته در خاک افغانستان بودند، اما نیروهای پاکستانی به آنان تیراندازی کرد. در همین حال باشندگان خوست بار دیگر از امارت اسلامی و حکومت پاکستان میخواهند که این گونه مشکلات را از راه گفتگو حل بسازند. وزارت دفاع می گوید که درگیری ناوقت روز چهارشنبه میان نیروهای مرزی امارت اسلامی و مرزبانان پاکستانی در ولسوالی زازی میدان خوست در نزدیکی خط فرضی دیورند بر سر ساخت یک پوسته امنیتی رخ داده و حدود یک ساعت دوام کرد. سخنگوی این وزارت می افزاید که درگیری نخست از سوی نیروهای پاکستانی آغاز شده و پس از آن نیروهای امارت اسلامی نیز اقدام مشابه کردند. برخوردهای مسلحانه که هم قبلا در مرزهای بین کشور پاکستان و کشور افغانستان و یا اینکه شب گذشته آغاز گردید، باید از طرف یک کمیسیون بی‌طرف این علت و انگیزه این برخورد مسئولانه همه جانبه این بررسی شود. در همین حال باشندگان خوست درگیری ها در خط فرضی میان افغانستان و پاکستان را به زیان هر دو کشور دانسته، خواهان حل این گونه مشکلات از راه های دیپلماتیک هستند.
زموږ غوښتنه د اسلامي امارت له حکومت او همدارنګه د پاکستانی حکومت څخه دا ده چې دوی دغه مشکلات ستونزې د خبرو له لارې حل کړي او دوی ته د پای ټکی کېږدي. دا چې وخت نه وخت د هېواد په بېلابېلو سیمو کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته رامنځته کېږي، نو زموږ ټولو ولسونو دا غوښتنه له دواړو خواوو چې دغه جنگ چې دی د حل لاره نه ده او دا خبرې باید د مذاکراتو له لارې حل شي. این در حالی است که نزدیک به یک ماه پیش نیز بر سر ساخت یک پسته امنیتی در مربوطات گذرگاه ترخم میان نیروهای امارت اسلامی و مرزبانان پاکستانی درگیری رخ داده بود که در نتیجه آن 3 نفر کشته و 3 تن دیگر زخم برداشته بودند. سرپرست وزارت داخله می گوید به کسی اجازه نمی دهد تا اتحاد به میان آمده میان اقوام را صدمه بزند. سراج الدین حقانی در سخنانی در برنامه گشایش یک مسجد در حوزه 11 امنیتی شهر کابل با تأکید بر خودداری از هر نوع اختلاف ها می افزاید که اکنون کشور پس از سالها جنگ و چالش ها منسجم شده و از مسئولان امنیتی می خواهد که رفتار و تعامل نیک با مردم را در پیش گیرند. سرپرست وزارت داخله در برنامه گشایش مسجد در حوزه 11 امنیتی شهر کابل بیان که از کسی نام ببرد میگوید به هیچ کس اجازه داده نخواهد شد تا اتحاد به میان آمده میان مردم را زیان برساند. دینظام بنده، دینظام په چرواکی بنده، څوک ردونه کوي، څوک اختلاف جوړوي، قومونه سره تقسیموي، ملتونه سره تقسیموي، خفګان جوړوي، دا بیا دوست نه دی، دا بیا دښمن. سراج الدین حقانی با تاکید بر خودداری از هر نوع اختلاف می افزاید که اکنون کشور پس از سالها جنگ و چالش ها منسجم شده و از مسئولان امنیتی می خواهد که رفتار و تعامل نیک با مردم را در پیش گیرند. تاسو به ډېر کوشش کوئ د ولس سره د خلکو سره چې څومره ښه تعامل کولی شئ، خود سره د تعامله تدبیر چې کوم دی چې تاسو ته یو چوکاټ ایښی وي، تلاشی یې کړئ چې دی په خوږه خوله بندي وکړئ، پوښتنه یې وکړئ. امنیت داسې نه ساتلی کېږي چې زه خلیفه سیم دلته اصول نه مراعاتوم، نه، زه چې دغه حافظه درسیم که وزیر داخله په صفت بندوم، خو زه به دلته د احمدي صاحب مکمل چوکاټ رعایت به کوم. پیش از این سرپرست وزارت داخله در سفر به ولایت های پکتیا و پکتیکا گفته بود که فرمان عفو عمومی در کشور نقض نشده و تاکید کرده بود که پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی بسیاری از دشمنی ها میان اقوام کشور نیز به دوستی تبدیل شده اند. کاردار چین برای افغانستان در دیدار با معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ از سفر هیئت مسلکی اداره باستانشناسی چین به کشور در هفته آینده خبر داده. کاردار چین هدف سفر این هیئت را همکاری با باستانشناسان افغانستان در نگهداری و استحکام آثار باستانی مثل عینک، موزیم ملی و آبدات تاریخی و سرعت بخشیدن به پروژه مثل عینک عنوان کرده. همزمان با این معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ سفر هیئت مسلکی باستانشناسی کشور چین را مهم عنوان کرده. معین سیاسی وزارت خارجه میگوید جنگ جهان با افغانستان به پایان نرسیده و اکنون جهان این جنگ را از راه استخباراتی و اقتصادی ادامه می‌دهد. عباس استانگزی همچنان افزوده که کشورهای منطقه با ادعاهایشان تلاش دارند تا جهان بر افغانستان بار دیگر چالش ایجاد کند. او همچنان از شهروندان کشور خواسته تا در راستای حفظ نظام با امارت اسلامی همکاری کنند. به ادامه خبر 6 خوش آمدید. بانک مرکزی افغانستان امروز در برنامه کارکردهای یک سالش را همگانی ساخت. مسئولان این بانک حفظ ارزش افغانی در برابر اسعار دیگر، جلوگیری از قاچاق دلار، گردآوری بانکنوت‌های فرسوده، افزایش سقف برداشت پول از بانک‌ها، کاهش نرخ تورم، تطبیق سیاست پولی، توسعه بانکداری اسلامی و توسعه خدمات مالی را از مهمترین دستاوردهای بانک مرکزی افغانستان در یک سال پسین می‌دانند. در ادامه تشریح دستاوردهای سالانه نهادهای اماراتی، این بار بانک مرکزی درباره کارکردهای یک سالش میگوید که تلاش دارند با اجرای بهتر سیاست پولی از پول افغانی در برابر دیگر اسعار نگهداری کنند. مسئولان بانک مرکزی میگویند که پول افغانی در ماه اسد سال جاری خورشیدی در مقایسه با ماه اسد سال پار 17.25% افزایش یافته است. رئیس سیاست پولی این بانک می‌افزاید که نرخ تورم در ماه سرطان
منفی 6.6 درصد بوده، در حالی که این رقم در ماه سرطان سال گذشته منفی 9.1 درصد بود. به اساس روش محاسبه اوسط نرخ تورم، البته نرخ تورم در یک سال گذشته منفی 8.4 درصد بوده، در حالی که یک سال قبل از آن به اندازه 4.8 درصد بوده است. رئیس نظارت مالی غیر بانکی این بانک نیز میگوید که از فعالیت‌های صرافی‌ها نیز نظارت می‌کنند و می‌افزاید که در مجموع 1780 جواز برای صرافان توزیع کردند و 5 مؤسسه پول الکترونیکی نیز جواز کار دریافت کردند. بیش از 2400 صرافی و خدمات پولی بدون جواز در هماهنگی با ادارات زیربط تثبیت و اجراءات لازم صورت گرفتند. بر علاوه تای سال گذشته برای 149 شرکت صرافی خدمات پولی و برای بیش از 309 نمایندگی جواز فعالیت صادر شده است. معاون اول بانک مرکزی میگوید که تلاش دارند تا بانکداری اسلامی را توسعه دهند و در حال حاضر بانک‌های تجارتی بر بنیاد نظام شرعی فعالیت میکنند. په تیر کال کې د افغانستان بانک په افغانستان کې د اسلامي بانکوالۍ د لا زیاتې ودې او پراختیا لپاره کوچلي ګامونه پورته کړي. اوس مهال د سوداګریزو بانکونو ټولې چارې د اسلامي شریعت په رڼا کې له سود او غیر مشروع معاملاتو پرته ترسره کیږي. اسلامي بانکوالۍ له مختلفو لارو د اقتصادي پرمختګ او ټولنیز عدالت سره مرسته کوي، لکه د سود منع کول، په ګټه او تاوان کې په ګډون ټینګار او د غیر اخلاقي فعالیتونو منع کول. بانک مرکزی افغانستان سقف برداشت پول را نیز در حال حاضر افزایش داده است. بر بنیاد اطلاعات این بانک، سقف برداشت پول را در هفته به 150,000 افغانی و در ماه به 500,000 افغانی افزایش داده است. رئیس شرکت چینایی نفت و گاز آسیای مرکزی از انتقال وسایل و ماشینری به ارزش 100 میلیون دلار به هدف بهبود کار پروژه استخراج نفت این شرکت در افغانستان خبر داده. بر بنیاد خبرنامه سفارت امارات اسلامی در چین، در دیدار سفیر امارات اسلامی در چین با رئیس این شرکت همچنان از فراهمسازی دوره‌های آموزشی به هدف ارتقاء ظرفیت انجینران افغان در این کشور اطمینان داده. از همراهی شما سپاسگزارم. اینجا رسیدیم به پایان فراخبر. تا به پایان خبر 6 تا دقایق دیگر در فراخبر برمیگردیم.